آخر سوال شما اینه که آیا استیتالوپرام میتونه باعث افزایش وزن بشه؟ خب داروی استیتالوپرام از دست داروهای SSRI ها هست و این دارو با بلاک کردن انتقال دهنده های سروتونین باعث افزایش سطح سروتونین در مغز و کاهش متابولیسم میشه. خب وقتی افزایش سطح سروتونین رو ما در مغز داریم دو تا اتفاق میفته، یکیش اینه که متابولیسم کاهش پیدا میکنه و مسئله بعدی اینه که اشتها میره بالا. در نتیجه خب بله این دارو میتونه باعث افزایش وزن بشه، اما یک نکته رو باید توجه بکنید. تحقیقات نشون میده که 40% کسانی که از این دارو مصرف کردن دچار افزایش وزن شدن. پس این یک عاملیت همگانی نداره، یعنی اینجوری نیست که هر کس که این دارو رو مصرف کنه افزایش وزن داشته باشه. و از طرف دیگه دوباره اون 40% افرادی که دارای اضافه وزن شدن، 7% وزن خودشون رو عموما دریافت کردن به طور متوسط. یعنی زمانی که دارو رو شروع کردن اگر مثلا 50 کیلو بودن یا 100 کیلو بودن، 7% وزن رو در هنگام آغاز دارو درمانی و مصرف استیتالوپرام به دست آوردن. نه بیشتر از اون، یک چیز خیلی زیاد از حدی نیست. خب حالا اگر شما دیدید که این 7% که غالبا تحقیقات نشون میده وزنتون افزایش پیدا میکنه برای شما زیاد خطرناکه یا مورد مطلوب شما نیست، اون موقع میتونید با متخصص مربوطه مشورت بکنید که دارو رو در شما تغییر بده. و در بعضی از موارد هم باید توجه بکنید به مدت زمان مصرف دارو و زمانی که دارید دارو رو مصرف میکنید. اگر دارید در یک بازه مشخص کوتاه مدتی، حالا برای چند ماه دارید دارو رو مصرف میکنید، اون موقع خب شاید نگرانی وجود نداشته باشه و انقدر نباید نگران باشید در رابطه با اینکه چند درصدی وزنتون بالا رفته باشه. اما اگر قرار مصرف دارو به صورت طولانی مدت باشه و این اضافه وزن در شما میتونه خطرناک باشه، اون موقع میتونید اقدام به تغییر دارو بکنید زیر نظر متخصصی که هستید. و این رو هم فراموش نکنید که این دارو قرار نیست برای همه اضافه وزن ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، فقط در 40% نشون داده شده که تغییرات وزنی ایجاد میشه. یک نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که آیا اضافه وزن شما به واسطه بلاک شدن سروتونین و افزایش سطح در واقع سروتونین و کاهش متابولیسم یا نه به واسطه از بین رفتن استراب و تثبیت خلقی شماست. در بعضی از موارد اگر استراب، تغییرات خلقی و اون افکار منفی و نگرانی هایی که به خاطرش این دارو برای شما تجویز شده رفع بشه، خب احتمال داره که به واسطه کاهش استراب، به واسطه ثبات خلقی، میزان در واقع خوردن تغییر بکنه. کمون که ممکنه خواب شما هم کیفیتش بهتر بشه، ممکنه بقیه جنبه های زندگی شما هم کیفیتش بهتر بشه. در اینجا اگر به این علت، یعنی به واسطه نبود استراب یا به واسطه نبود اون عواملی که دارو برای شما تجویز شده، وزن شما داره میره بالا، در نتیجه باید در اینجا این اضافه وزن رو با ورزش و تغییر در لایف استایل، سبک زندگی و شیوه های تغذیه خودتون مرتفع بکنید. این نکته خیلی نکته مهمیه، چون در اگر این عاملش باشه، عملا تغییر دارو با یک داروی دیگه هم میتونه دوباره منجر به همین اضافه وزن بشه. چون اگر قرار باشه عامل بیوزنی شما، عامل کاهش وزن شما حضور استراب باشه، خب من با رفع استراب اگر شرایط شما نرمال بشه میتونه دوباره افزایش وزن رو داشته باشید، به خاطر اینکه دیگه استرابی ندارید، به خاطر اینکه دیگه تنشی ندارید، پس در نتیجه متابولیسمتون بهتر داره فعالیت میکنه. که اگر اونجا این عامل رو دارید، باید حتما سعی کنید با عواملی مثل ورزش و مداخلات تغذیه‌ای سعی در کنترل این افزایش وزن بکنید.